آسیب شناسی های فکری که وجود داره اینه که ما چون تعریف دقیق نداریم، خب راه برای یک سری پذیرش ها باز میشه. این پذیرش ها چیزی برای عرضه دارند، نه اینکه هیچی ندارن ولی تونستن راه باز بکنن، چیزی برای عرضه دارن ولی ما تعریفی نداریم. مثلا برای عرفان، عرفان چیست؟ شبه عرفان چیست؟ خب نمیدونم، از این اصطلاحاتی که شاید به کار برده میشه، چون ما اینو نداریم هر جایی یه کار خارق العاده ببینیم تحت نام عرفان به جذب اون میشیم، نه اینکه اونجا چیزی نیست، یه چیزی هست. یعنی عرفان دروغین معنی نداره. اصلا عرفان دروغین معنی نداره، عرفان است که چیزی رو داره عرضه میکنه. خب چیزی رو داره عرضه میکنه، ولی اینی که مردم نمیدونن از عرفان چی میخوان. من در این سال قبلی شما اشاره کردم، عرفان کمال، عرفان قدرت، از یک عرفان کمال میخوان یا قدرت میخوان. الان اینا همه با هم قاطیه و هر جایی که یه چیزی عرضه میشه که درون در واقع قابلیت ماورایی یا خارق العاده یا متافیزیکی وجود داره تحت نام عرفان، خب مورد توجه قرار میگیره. ولی ما تقسیم بندی داریم، تقسیم بندی داریم که از این عرفان چی میخوایم، و در صورتی که بیایم بگیم ما کمال میخوایم ولی عملا دنبال اون نباشیم، این میشه شبه عرفان. این در واقع میشه عرفان تقلبی، یعنی میاد اهدافشو یه چیزی معرفی میکنه اما در عمل مطابق اساسنامه شرکت نمیکنه. این میشه در واقع عرفان مثلا دروغی. عرفان با تعریف شناخت کیفیت، ما دو نوع شناخت داریم، یه شناخت کمیت داریم که منتهی میشه به علوم مختلف، یک شناخت کیفی داریم که میخواد پشت پرده مسائل رو مورد بررسی قرار بده. و در واقع هر جا کمیت هست کیفیت هم هست، حالا اعمال ما، رفتار ما، نمیدونم تولیدات ما، هر چی که شما اسم ببرید چون کمیت داره حتما کیفیت رو هم خواهد داشت. حتی غذا خوردن ما، زندگی ما، تفکرات ما، هیچ چیزی از شناخت کیفی جدا نیست. عرفان میخواد بیاد به ما بگه که ما با چه کیفیتی داریم نگاه میکنیم، با چه کیفیتی داریم زندگی میکنیم، با چه کیفیتی عبادت میکنیم، مذهبمون رو، دینمون رو، همه اینها رو با چه کیفیتی میشناسیم، معرفتش کجاست. اگر مناسک داریم، مراسم داریم، معرفتش کجاست. یعنی آسیب شناسی میکنه و در واقع اینو داره دنبال میکنه. لذا از این راه گذر خیلی مطالب وجود داره که ما تو تقسیم بندی هایی که داریم تازه میتونیم نگاه دقیقی بهش بندازیم و ببینیم که از اونها چطوری میتونیم استفاده بکنیم. ولی در حال حاضر همونطور که اشاره شد به هر چیز ماورایی گفته میشه عرفان، که خب هست چون میخواد شناخت کیفی اون رو هم مورد بررسی قرار بده، ولی عمدتا شناخت های کمیش عرضه میشه، یعنی شوهاش، خب شومنشیپی شما مشاهده میکنیم، پشت صحنه‌اش کیفیت شناسیش عرضه نمیشه، یا اگر عرضه میشه به هر حال نهایتا در زمینه عرفان قدرت عمدتا جلوه‌گری میکنه. که خب ما در این خصوص موضعمون مشخصه و داریم مطابق اون درست میریم جلو. اگر جایی خلاف اون ثابت بشه که ما بر طبق اساسنامه‌مون جلو نمیریم، یعنی در واقع عرفان کمال رو دنبال نمی کنیم، اون موقع خب واجد این میشیم که برچسبای به اون زده بشه. ولی در حال حاضر ما تعریفمون از کارمون این هست و چارچوبی که داریم مشخصه و داریم دنبال میکنیم. حالا یکی از آسیب شناسی های جامعه ما که در اون که مثلا لازمه کار وسیع صورت بگیره اینه که اصولاً
عرفان، هدف از عرفان، انواع عرفان، اینها در واقع تعریف بشه تا مردم بتونن با دید بهتری به قضايا نگاه بکنن و انتخاب بکنن. فکر میکنم این تنها راه این باشه که یک انتخاب صحیح و درست رو بهش برسیم. خصوصا داریم وارد عصری میشیم که تبادل اطلاعات همونطور که اشاره شد باز بسیار بسیار آسون میشه و بسیار آسون هست که اینکه ما به سایت های مختلف، به عرفان های مختلف اینا مراجعه بکنیم. خب در میان این همه شیوه تفکری ما ملاک های انتخابمون چی باشه؟ یکی از آسیب شناسی هاییست که ما روش کار میکنیم که در واقع بتونیم اون ملاک های لازم رو عرضه بکنیم.